خب انشالله که تا اینجای برنامه بهتون خوش گذشته باشه. خب در میهمانی که امشب در تلویزیون ایران داریم، یکی از هنرمندانی که فکر میکنم دو دهه رو پشت سر میذارم، شاید هم سه دهه، نمیدونم. این عزیز دل ما اندی میهمان برنامه. خوشحالم اینجا هستم، خوشحالم که تو خونه شما هستم. اختیار داری اینجا اومدی. مرسی، خوشحالم. اینجا همیشه من هر وقت میام پارتی رو بزنه برقص و خاطرهای خیلی شیرین داریم از اینجا. خاطرهایی که ما با اندی داریم، مثل شما عزیزانی که الان دارین برنامه رو نگاه میکنین، خاطرهای بسیار بسیار شیرین. همه یه جشنهای عروسی، تولدها، نامزدیها، آشناییها، خاطرش با اندی. انشالله یه 30-40 سال دیگه هم ادامه میدیم. انشالله. چرا نه با انرژی بسیار خوبی که اندی داره، من مطمئن هستم تو 30 سال 3 دهه دیگه هم میتونیم. انشالله. انشالله. خب اندی جان، سال نو میاد. بله، نمیخوایم سال 93 رو بگیم، به خاطر که این برنامه ممکنه باز هم نمیگیم این سال 93. خب اندی جان، چه کارهایی دوست داری تو امسال انجام؟ من هر سال این آرزو رو میکنم، ولی امسال دو بار این آرزو رو میکنم که فوتبال بیشتر بازی کنم، موسیقی بیشتر گوش کنم و دوستام و قوم و خویشار و خانواده رو بیشتر ببینم. خب اونم وقت میخوام. خب پس یه کاری بکن دیگه. ولی من فکر میکنم اندی عزیز یکی از خواننده هایی است که با فامیلیش بسیار وقت رو میگذرونه، کارش رو با افراد فامیلش انجام میده. میدونم بنکویت هالای زیادی هستن که برادراش اداره میکنن و اندی کار فامیلی انجام میده و کار فامیلی همیشه موفقه. و یکی از حسنای اندی عزیز این هست که واقعا با فامیلش و اقوامش، با خواهر و برادراش بسیار تایم های خوبی رو داره و خیلی رابطه خیلی خوبی داره. اندی جان چند تا خواهر برادر هست؟ 4 تا برادریم، 2 تا خواهر. به این آهنگ میبوده، ما 4 تا برادر همراه دو خواهر. سرژی باله، خیلی باله. بله. ولی خب همیشه انسان هایی که با فامیلی هستن، یعنی عشق به فامیلی رو دارن، میتونن تو کاراشون هم بیشتر موفق باشن، چون اون انرژی که از فامیلیشون میگیرن خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی هستش که میتونم تصورشو بکنم. و یکی از اونها اندیه. واقعا اندی همیشه با برادرها، مادر، پدر، احساساتی نشین احساساتی بکنم در این سال نو، ولی خب همیشه خوبه که در رابطه با رفتگان هم صحبت بکنیم، چون انرژیشون همیشه هست. خب یکی از خوشبختی های زندگی من همین بوده که بعد از انقلاب خانواده من تونستن بیان آمریکا و اینجا تو گلندل زندگی میکنن و نزدیکیم و همیشه همدیگر میبینیم. خب این یه خوشبختی بزرگیه، برای اینکه خیلی از هموطنهای ما از خانوادهشون دورن و تو دنیا پخش شدن، پس من آدم خوشبختیم. خدا رو شکر، انشالله که خوشبخت هستی با شینی عزیز. بله بله، و اون کامل ترش کرده. خانوادهمونو بزرگ کرده. چقدر خوبه که اینقدر میتونن از اون کسی که در زندگیشون همراهشون بوده اینقدر قشنگ صحبت بکنن. خب البته ما الان دیگه امسال انیورسری 20 سال آشناییمون بود و سال خوبی بوده، انشالله یه 20 سال دیگه هم ادامه پیدا کنه. 20 رو گرفت. مرسی. اندی جان این جریان خوشگلا باید برقصن و خودت درست کرد؟ نه، پاکسی ما درست کرد. منظورش چی بوده که فقط باید خوشگلا برقصن؟ منظورش اینه که هر کی میرقصه خوشگله. اصلا رقصیدن و شاد بودن آدمو خوشگل میکنه. شما تصور کن یه نفر اون گوشه نشسته غمگین، قشنگ نیست اون دید یا اون سایت، ولی یه نفر میبینین داره میرقصه و بشاش و میخنده، اصلا خوشگل به نظر میاد. چون رقصیدن
یکی از بهترین فهم میکنم کارهای یکی یکی میتونید در روز انجام بدید که انرژی بیشتر بگیرید. بعضی با رقصیدن، آواز خوندن، شاد بودن اصلا مخالفم. من نمیدونم این انرژی منفی از کجا میارم، ولی یکی از بچه کوچولو که به دنیا میاد بهش میگن چی؟ برقص، دست بزن، چون با انرژی برای که با انرژی خوب میخواد بچه رو بزرگش بکنه. پس رقصیدن، عشق ورزیدن، خندیدن خودش نیایشه. به نظر من خودش یکی از اون نیایشه. ولی من فکر میکنم اندی یکی از خوش اخلاق ترین هنرمندان ما هست، یکی از خوش برخوردترین هنرمندان ما هست و به این دلیل که خیلی رفتار و منش خوبی داره در جامعه، بسیار موفقه، همه از بزرگ و کوچک دوستش دارن، بهش احترام میذارن و امیدوارم که واقعا اندی جان همیشه در زندگیت موفق باشی، همطور که مردم رو شاد میکنی خودت هم همیشه شاد باشی. در سر تا سر دنیا دوستت دارن، ما هم دوستت داریم و امیدواریم که به هر حال همیشه برنامه‌هات خوب و خوش پیش بره و امیدواریم که موفق باشی. ممنونم، من خوشحالم اینجا هستم. بالاخره بعد از 20 خورده ای سال که با خانواده ایران تیوی زندگی میکنیم، هر سالم که اینجا جمع میشم دوستای قدیمی رو که ممکنه تو در طول سال نمیبینیم اینجا میبینمشون و از دیدنشون همیشه خوشحالم. اندی جان، من اگه یه سوالی بکنم ممکنه بینندگان عزیزم این سوالو داشته باشن. در سال جدید، البته نمیگم آرزوت باشه، خب خیلی از ماها خیلی آرزوهای زیادی داریم که ممکنه مثلا بهش نرسیم، ولی یه اون چیزایی رو که دوست داری که یه پیامی بدی به اون عزیزانی که میدونم خیلی پیرو راه تو هستن، خیلی تو رو دوست دارن، اون پیام چی هست برای سال نو؟ مسئولیت های بزرگ داری میذاری گردن من. چیزی که از قلبت برمیاد، چیزی که دوست داری که به اون عزیزان بگی، اون رو همین الان بگو برای سال نو. من میدونم هممون باید قلبامون رو پاک کنیم، مهربان و مهربان و مهربان‌تر بشیم، ولی خب حالا که اینو گفتی، پس اول باید تشکر کنم از تمام هموطنایی که در طول سال از کارهای من استقبال میکنن. زندگی من تو موسیقی خلاصه میشه و من با موسیقیم زنده هستم. پس مهمترین چیز در زندگی من به غیر از حالا دوستی و آشنایی و خانواده اینا، موسیقیه و این مردم هن که موسیقی منو زنده نگه میدارن با حمایتشون. پس قبل از هر چیز از همه تشکر میکنم، مخصوصا بچه های داخل ایران که مثل این که انرژیشون هر سال 10 برابر بیشتر میشه، علاقهشون و توجهشون به موسیقی بیشتر میشه و من خوشحالم. اینو میخوام بگم که ممکنه امسال سال خوبیه برای بخشیدن آدمایی که دوستشون نداریم یا آدمای بد. یه مثال میارم که امسال چند جا اینو حرفو زدم. نلسون ماندلا برای این معروف نیست که 25 سال تو زندان بوده و زجر کشیده و بعد شده پرزیدنت. برای این معروف و معروف شده که بعد از 25 سال زجر همه دشمناشو بخشید و وقتی شد پرزیدنت تلافی نکرد، هیچ کس رو نکشت، گفت همه رو دوست داشته باشین، سیاه و سفید با هم دوست باشین. من فکر میکنم بزرگترین هدیه‌ای که ما ایرانی الان میتونیم به خودمون بدیم اینه که دشمنمونو ببخشیم. برای اینکه وقتی همه رو بخشیدیم دیگه هیچ کی نمیخواد انتقام بگیره، کسی نیست که انتقام بگیره. وقتی انتقام وجود نداره، صلح وجود داره. ما ایرانی ها استحقاق صلح داریم. 70 میلیون تصور کنم دیگر رو دوست داشته باشیم، چه مملکت خوبی میشه. انشاءالله خداوند این هدیه رو به هر انسانی، به هر کسی که دوستش داره بده، که بهش این قدرت رو بده که ببخشه. چون بخشیدن کار هر کسی هست، کار کسیه که اون هدیه رو از خداوند گرفته. مرسی اندی جان. البته پرزیدنت کندی میگه ببخششون ولی اسمشون رو فراموش نکن. نه
میتونیم ببخشیم ولی فراموش نکنیم. به قول امریکایی‌ها میگن میتونی، حالا یه واژه امریکاییه، میتونی ببخشی ولی هیچ وقت فراموش نکنی. ولی بخشیدن خودش یکی از نعمت‌هایی که خدا به انسان میده، یک آغازیه برای زندگی راحت‌تر. اندی جزء انجمن حیوان دوستان جهان، من جز اونا هستم، اندی جز اونا هست و انشالله شما عزیزانی که حالا در رابطه با بخشیدن داریم صحبت میکنیم بتونیم ببخشیم همدیگر رو، هم نوع خودمون رو و به حیوانات هم کمک کنیم. فراموش نکنیم جینو جان، حتما تو هم موافق هستی، تنها حیوانی در دنیا که آدم رو دوست داره سگه. و شما اینطوری نگاه کنین که این سگا به ما پناه میارن و اگرم حتی دوستشون نداریم و بهشون غذا نمیدیم که کمکشون کنیم، حداقل آزارشون ندیم. مخصوصا بچه‌های داخل ایران، اگر هیچی منو دوست ندارین، هیچ کار منو دوست ندارین، آهنگامو دوست ندارین، قیافمو دوست ندارین، این حرف منو برای من انجام بدین، به سگا آزار نرسونین. اگر خدا پرستین و خدا رو دوست دارین، این حیوانات هم خدا آفریده و آزارشون ندیم. مرسی، مرسی، انشالله که حرف اندی رو اقلا بپذیرن. مرسی، عیدت مبارک، قربانتون. مرسی عزیز، مرسی، عیدت مبارک. کات.